السلام علیکم و رحمت الله و برکات بیننده های ارجمند تلویزیون آریانا، خوش آمدین به برنامه چهاردیوالی. خوشحال هستم که من خوشحال آصفی در خدمت شما عزیزا هستم. میریم به طرف داشته های امروزی برنامه. حال احوال هموطنان عزیز ما را در داخل و خارج از کشور میگیریم. وضعیت کاملا کرونایی است. در خانه ها بمانین تا مسئول بمانین. ما که تا هنوز نفس میکشیم و ما که تا هنوز هستیم و کار میکنیم چون مسئول هستیم و فکر کو که می چهاردیوالی خانه ما هست، چون شخصا برای خودم خانه و دفتر یکی هست و خانه و دفتر ما و شخص خودم یکی هست. به خاطر برای شما ما میگیم که مواظب خود باشین. خب بیننده های ارجمند، در این لحظات برنامه سر میزنیم به لندن و همچنان هندوستان. میریم به طرف آقای میرزاد که در هندوستان معسل هستند، در بخش فوق لیسانس ایشان درس میخوانند، و سر میزنیم به لندن. مهمان دیگر ما آریانا ابوی هستند که ایشان هم معسل افغان هستند، در رشته خبرنگاری درس میخوانه. آریانا جان ابوی و خالد میرزاد، سلام بر شما. تشکر که دعوت ما کردین در این پروگرامتان. رمضان مبارک میگم و سلام برای هموطنای عزیز. تشکر. از آریانا بهاوی شروع میکنیم که شما گذشته از این که در رشته خبرنگاری درس میخوانین، دیگه کدام کارها را در گذشته انجام دادین و فعلا انجام میتین؟ بله، نام ما آریانا عباوی است ببخشین، و زیاد پروژکت ها را ما انجام دادم. ما از کجا شروع کنم؟ اول ما رئیس انجمن ابوانا بودم 2018 تا 2019 در فاکولتی برونا یونیورسیتی لندن، و زیاد پروگرام ها ما انجام دادیم، مثل که پروگرام های نوروز و پروگرام های نشست. و در اون سال ما پول جمع کردیم برای خیرات. در افغانستان یک بمب آب جور کردیم در فضل بیگ کابل، و دیگه کار را که کردیم تا آل با دوستا یک گوفاندمی پیج جور کردیم در این وقت کرونا ویروس. بله. ویروس کرونا که هموطنهای عزیز کمک کنیم، و در این وقت در وقت لاکداون که پدر جان و محید باوی که شعر میخونه و آوازهان دسته، و کتی قسمت کمره کمکش کردم، کتی بیادرم ببخشن. و یک پروژکت دیگه هم دارم که جوانای افغانا در لندن یک فیلم جور میکنیم به نام سلام لندن است. ما پشت صحنه کمک میکنم به نام سلام لندن است، و ما اسیستنت دایرکتور هستم. و خیر او یک سال شده تقریبا که کار کردیم در او فیلم. به خیر او میبرایه پرودوسرش بیدن. آریانا جان، شما در بخش هنر نقاشی هم بلد هستین؟ بله، ژورنالیسم. ژورنالیسم. هنر نقاشی هم بلد هستین یا نه؟ ببخشید، نفهمیدم. گفتم نقاشی هم میکنین یا نه؟ نقاشی ژورنالیسم. بله. بله، در فاکولته ژورنالیسم میخوانم، در سال آخر هستم. بخیر. بخیر حالات میشم. ژورنالیسم خواندم بخاطر که ای است که یک جنرالیست باید صدای مردم که خاموش است، صدایشان را برای همگی نشان بده و بلند بکنه صدایشان را. و جنرالیزم میخوانم آله، میخوایم افغانستان خصوصا بهتر نشان بتم در این وقتا، بختر در لندن خصوصا و در کشورهای خارج. افغانستان خراب نشان بتن، و ما میخواییم در قسمت های خوب افغانستان برای همگی از افغانستان و خارج افغانستان نشان میتونم که فرهنگ مقبولش برای همگی. تشکر. دوباره برمیگردیم به شما. از خالد میرزاد پرسان میکنیم، چند سال شما در هندوستان هستید میرزاد؟ سلام مجدد. بنده تقریبا 2 سال میشه به حساب، فقط به خاطر دوره معسکری با مادون. قبلا ما لیسانس خود در پانتون هرات گرفتم، پانتون دولتی، و فعلا به کشور هندوستان به بورسیا گرفتی رفتی یا نه شخصی رفتی؟ نه، من شخصی آمدم در سفانه بورسیا، نتونستم بگیرم و حساب فاینانس هستم به طور شخصی آمدم. فعلا در قرنطینه هستین؟ بله، تقریبا امروز قرنطینه دومم تمام شد. ما تقریبا 2 قرنطینه رو تمام تیر کردیم دیگه. فعلا برای 2 هفته بعد، 2 هفته دیگه هم تمدید شده، و فعلا تقریبا 40-45 روز میشه که ما قرنطینه هستیم. چطور نتونستی پس بیای بر بگردی به کابل یا نخواستی خودت؟
خب این تصمیم این دو سال یک بارگی گرفت، یک بارگی قرنطینه رو اعلام کرد، چون پیش از او کدام مبتلای به حساب به هندوستان ثبت نشده بود. با مجرد که اولین مبتلا به هندوستان ثبت شد، همون روز بعدش دولت هندوستان تصمیم گرفت که قرنطینه را ایجاد کنه و می خاطر دیگه راه پروازان بسته شد، راه ریل و بس همه چیز بسته شد. مشکلات محصلین افغان در ایالت پنجاب یا در پنتونی که شما درس میخوانین چیز بیشتر؟ متاسفانه مشکلات محصل افغانستان در هندوستان، چون هندوستان نسبت به سایر کشورها بیشتری محصل داره، در هندوستان مشکل زیاد محصل افغانستان دچاره که ما اینجا دو رقم محصل داره، که محصلات دولتی است که محصلات شخصی است که بیشتر پول شخصی آمده. محصلات دولتی است مقدار پولی هم طرف دولت ماهانه دریافت مینه تا حد کمتر به مشکلات فعلا دچاره، ولی خصوصا که شخصی اومده مثل خودم مثل کسای دیگه که به هندوستان درس میخونه، چون بانک ها بسته است و در افغانستان هم اعضای فامیل متاسفانه یا اعضای فامیل دیگه را ماش نگرفتن، به این خاطر برای ما زندگی فعلا در امریکا بسیار سخته و متاسفانه فقط ما به یک سوپرمارکت به اینجا دسترسی داریم و هم بسیار سختی و دیگه تمام چیز بسته است و نه کتابخانه باز است و بالاخره مشکلات معاصرین در هندوستان بسیار زیاد است. گفتین 40 روز میشه قرنطینه هستین، بله؟ بله تقریبا 40-45 روز میشه قرنطینه هستین. در 40 روز مصرف و خرچ اینا را کی میته؟ از کجا پیدا میکنین که وقتی بانک ها بسته است و کسی نتونست از کابل هم شما را کمک کنه؟ درسته. البته من خود میگم پیش از اینکه من قرنطینه بشم در ایفا بانکی هم مقدار پول بود. و من یک دوست عزیز و مثلا مقدار پول بود. فعلا اون پول ما مصرف شده میره و رو به تمامی هم هست. و تقریبا ما امروی وزیر خارجه هم در تماس شدیم، امروی آقای اتمر، اونا وعده هم کاری دادن نگاهی که چی وقت جامعه عمل می پوشد زمانی را. دو هفته دیگه در هندوستان قرنطین تمدید شد؟ البته دو هفته از امروز تا دو هفته بعد قرنطینه اعلان شده، مگر اینکه وضعیت خوب شه اگر دوباره تمدید میشه. حالا وضعیت خوب شده میده در هندوستان یا نه؟ وضعیت به طرف وخامت در حرکت است. آمار امروز من نگاه کردم، آمار دیدم تقریبا 40,000 مبتلا داره هندوستان و تقریبا 1,300 فیلر فوت کرده و روزانه تقریبا بین 500 تا 600 نفر اضافه می شود و فیلن طور فیلن که معلوم می شود وضعیت رو به خرابی است. آریانا جان، از شما اگر پرسان بکنیم که وضعیت در لندن چگونه است از لحاظ کووید 19 یا ویروس کرونا، آیا قرنطینه هنوز هم ادامه داره یا نه وضعیت به حالت نرمالش کم کم داره برمی گرده؟ بله، 3 هفته ما در قرنطین بودیم، باز دولت 3 هفته دیگام در سر او انداخته بودن. خب. آل دوم افتسته و آستا آستا گفتن که قرنطین واز میکنن و 28,000 نفر را تبال فوت کردن و روزانه 400 تا 800 نفر را میمورن فوت میکنن هر روز و نفر را ندارن. بله روزانه 400 تا 800 نفر فوت میکنن. دیروز 600-700 نفر را فوت کردن و دولت خواستن از مردم خود که در خانه باشین، بیرون نبراین تا که تنها برای ضرورت داشته باشین، برای نان، برای خوردنی ضرورت، برای ورزش و برای کار کردن، برای اگر در خانه نمیتونین کار کنین. و آستا آستا گفتن که میمانن نفرها را که بیرون براین و بازم دولت رئیس جمهور ما بوریس جانسون پرایم منیستر گفت باز برای ما میگن دیگه هفته آخر. معمولا در حالات قرنطین آریانا بهاوی خودت چی کارا را انجام میتی؟ مطالعه میکنی؟ درس میخوانی؟ ورزش میکنی؟ یا کار دیگه انجام میتی؟ بله، در قرنطین من یک امتحان دارم دو روز باید بخیر حلاص میکنم فاکولته مرا بخیر و آخری امتحانم است و کتی پدرم مادرم کمک میکنم. خب درس های شما هنوز هم ادامه داره به شکل آنلاین؟ بله ادامه داره، در اینترنت ما کار میکنیم از خانه. خالد میرزاد، آیا درس های شما به شکل آنلاین ادامه نداره در هندوستان؟ متاسفانه به شکل آنلاین خدمت نداره، ولی چون اینجا به سیستم سیلابس است و ما سیلابس تسلیم شدیم و فقط امروی استادای خود بعض وقتا در تماس میشیم
اگر مشکل باشد مشکل ما حل میشود. فعلا خود ما داخل اتاق مطالعه خود انجام میدیم و درس خود میخونیم. فعلا معلوم نیست که امتحان ما گرفته میشود یا نه، چون که فعلا گفته در ماه جولای امتحان گرفته میشه، در حالی که بعد همین ماه امتحان ما گرفته میشه و مانده به 2 ماه بعد. و او هم در صورتی که اگر ویروس کرونا در هندوستان تحت کنترل شد، مگر اینکه اگر وضعیت همچنان که فعلا جریان دارد ادامه پیدا کند، متاسفانه شاید امسال درس برگزار نشود یا امتحان هم گرفته نشود. ما او ویدیو کال و کنفرانس که محصلین افغان در هندوستان با جناب اتمر صاحب وزیر خارجه داشت دیدم. چی وعده هایی با شما صورت گرفت؟ تا هنوز هم گرچه پیشتر گفته که تا هنوز عملی نشده، یعنی چی وعده هایی صورت گرفت با شما ها؟ تماسی که ما با جناب اتمر داشتیم، اونا مشکلات ما رو گوش کردن و خوشبختانه وعده همکاری دادن. فقط وعده همکاری که یک تعداد از دوستای یک تعداد از محصلای ما قصد رفتن به افغانستان رو داره، چون که فعلا شرایط در ایالت های بسیار وخیمه، در اون مناطق احتمال در تا پایان سال میلادی هم پانتونا باز نشود و اونا به این فکره که مثلا کشور را هندوستان ترک کنه و افغانستان برود. و اونا جناب اتمر صاحب هم فرمودن که مثلا به زودی ما با همکاری بعضی از شرکت های خصوصی در شرکت های اما ما از هندوستان چند پرواز داشتیم در میاواخر. خب بیشتر کسانی رفتن که اینجا مریض بودن یا این گیر کرده بودن، با حساب محصولا فقط کسایی بودن که از هندوستان رفتن که به دیلی بودن، یعنی کسانی که از پنجاب بودن به گجرات بودن، چون راهای ریل بسته است، راهای اتوبوس بسته است و سفر کردن به دیلی بسیار مشکل است. میخاطر فعلا فقط کسانی که به دیلی بودن اونا تونستن به افغانستان برن. بسیار تشکر میکنیم از هر دو مهمان. اگر آریانا بهاوی پیام داشته باشی به مردم افغانستان، چی پیام داری؟ چی گفتنی داری؟ ما هست که در خانه باشین، دستایتان باشین هر وقت که ضرورت هست و این وقتا باز نمیان بر نفرها میشه هستکون باشه. خب باید از این وقتا استفاده کنیم، عبادت کنیم، کتی یکی دیگه باشیم، کتی فامیل خود گپ بزنیم، خنده کنیم و به خیلی وقتا تیر میشه، بازم خوش باشین. تشکر. و امیرزاد خودت پیام داری؟ پیام اینه که بیای کرونا رو جدی بگیریم. نفوس هندوستان فعلا میبینه که 1.5 میلیارد نفوس داره، ولی 40,000 مبتلا داره، به خاطر که مردم اینجا کرونا فوق العاده جدی گرفته، با دولت خود همکاری میکند، بی پروایی نمیکند. و من از تمام بیننده های شما تقاضا میکنم که از وقت قرنطینه استفاده کنه، مطالعه کند و انشالله که این دوران به خیر بگذرد و دوباره به کار و زندگی برگرده. تشکر از شما، سلامت باشین، خدا نگهدارتان. خدا تشکر. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین بیننده های ارجمند. شما بیننده برنامه چهاردیوالی در سراسر جهان هستین. میریم به طرف کشور جرمنی. حال احوال یکی از هنرمندان جوان دیگر ما را میگیریم، امید تابان روی خط اسکایپ همین لحظه با ما رابطهشان وصل شده. امید عزیز سلام بر شما. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای آصفی عزیز. چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ممنون شما، سپاس، سلامت باشین، فضل خدا خوب هستون. البته سلام و عرض ادب خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا و امیدوار هستم که به برکت از این ماه پرمیمنت، ماه مبارک رمضان، همه مشکلات و پرابلم هایی که در افغانستان هست و همه جا هست فعلا حل بشه ان شاء الله. چطور از در جرمنی وضعیت نرمال نشده؟ البته من جناب آقای آصفی، من فعلا جرمنی زندگی نمی کنم. من قبلا 9 سال به جرمنی زندگی کردم. خب حالا جرمنی نیستین؟ یک سال میشه که از جرمنی به اصطلاح نقل و مکان کردم به لندن، اومدم انگلستان. حالا در لندن هستین؟ بله آسه، بله. فعلا در لندن وضعیت چطور است؟ نرمال نشده؟ متاسفانه وضعیت لندن بحرانی است هنوز. نیولا خیلی آمار مرگ و میر اینجا بالاست، حتی بعد از امریکا میشه گفت که لندن میگن فعلا تعداد ارقام خیلی بالاست و متاسفانه ما 2 ماه میشه به قرنطینه هستیم و شدیدا وضعیت. چی کردی تابان عزیز؟ به 2 ماه که قرنطینه بودم آقای آصفی عزیز، خب داخل خانه از یک اپ دانلود کردم از طریق اینستاگرام که صبحانه از ساعت
ده تا 11 به اصطلاح ورزش کردم. یعنی که یک تایم را به خود اختصاص دادم، مطالعه کردم و فیلم دیدم. امی کارهایی که داخل خانه خلاصه خود سرگرم کردم. سر کدام آهنگ نوم کار کردین؟ بله دقیقاً، اتفاقاً با دوستای که داخل افغانستان هستم صحبتای کردیم و آهنگ صحبت شد و آهنگ گرفتیم. بچه‌ای که آهنگ سازی میکنم در قسمت کمپوز، سر دو کار انشالله کار کردم که به زودی اگر جان به سلامت از این کرونا ببریم به خیر کابل میام برای ثبت از آهنگا انشالله. یعنی پس از کرونا به کابل میای به خیر؟ کابل میام به خیر انشالله. بله یا فکر میکنی کرونا به این زودی ها خلاص شوه؟ آقای آصفی عزیز امیدوار هستیم. من فکر میکنم هر سختی باز این شرایط ها همیشه بوده به طول تاریخ. نگفتی یعنی پس از هر تاریکی یک روشنی است. دقیقا پس از هر تاریکی یک روشنی وجود داره. من حتما امیدوار هستم. انسان همیشه با امید زندگی میکنه. زمانی که امید از ما گرفته شده که پس انگیزه برای زندگی نیست. خلاص من همیشه امیدوارم، خوشبین هستم با آینده. چند سال است که شما میخوانین امید عزیز؟ چند آهنگ دارین؟ چه وقت شروع کردین؟ جناب آصفی عزیز، من تقریبا میشه گفت که در کل 11 سال میشه به اروپا زندگی میکنم. از اون در افغانستان از سالهای 1383 اوائل 83 او زمان من در هرات بودم. البته فعالیت های هنری خود از هرات شروع کردم. بعدها بعد از 5-6 سال که فعالیت میکردم به هرات، البته در محدودی هرات بود کار هنری من. بعدها من مهاجرت کردم، آمدم یک مدت کوتاه روسیه بودم و سال 2010 وارد جرمنی شدم که بعد از مدت کوتاه فعالیت های هنری خود دوباره به جرمنی آغاز کردم. از سال 2011 تا به الحال جریان داره. کارهای ثبت کردم، کنسرت های داشتم، برنامه های خوشی هموطنان رفتم در سراسر اروپا. چند آهنگ دارین در کل؟ در کل در افغانستان من قبل از اینکه از افغانستان بیام یک آلبوم ریلیز کردم به نام بیقرار در افغانستان. البته بیقرار. یک چند به رادیو تلویزیون ملی ایرات البته ثبت کرده بودم. بعد از او از کارهایی که به صورت پروفشنال یا جدیتر کار کردم تقریبا 11 موزیک ویدیو به اروپا ثبت کردم با کمک دوستایی که همکاری کردن، رامین جان منصور جان البته و موزیک دایرکتر ها مسارش جان ویدا، خالد جان کیان، الکس جان آبیدی با این دوستا کار کردیم با این مدت که به اروپا هستم از سال 2000. اما تعداد آهنگایتان نگفتین دقیق؟ دقیق در مجموع تا به حال اگر شامل کارهایی که به افغانستان ثبت کردم 30 پارچه ثبت. 30 پارچه؟ 30 پارچه صوتی یا تصویری؟ همه تصویری نیست، در کل 30 پارچه، در مجموع 30 پارچه صوتی است ولی تقریبا 16-17 پارچه تصویری می باشه. کدام آهنگتان شما را امید تابان ساخت؟ کدام آهنگ؟ من سال 2013 یک آهنگ از من ریلیز شد به نام بی تو آرامش ندارم. کمپوزی بود از عمر جان کاکر، داده بودن برای من، لطف کرده بودن. اون آهنگ در افغانستان رستی مشهور شد، در افغانستان همچنان در اروپا زیادتر افغانا رو شناختن و یک باز یک خواندن محلی هم همچنان در اون سال از من ریلیز شد به نام آسمان با ما به جنگ دخترای شهر ما قشنگ قشنگ. یک کار فولکلور ایراتی بود که البته زیادتر همچنان با کارهای فولکلور من شناختم و او کار به اصطلاح آرام و آرام بین مردم زیاد گل کرد. اما آهنگ بی تو تا یک زمزمه همینجا راستی کدام آلی موسیقی پیشت هست همیاله؟ آلی موسیقی متاسفانه فعلا پیش من نیست آقای آصفی عزیز، ولی بدون آلی موسیقی میشه باشم موزم دارم. میشنویم. بی تو آرامش نداره، در سکوت نیمه شبها قلب خسته من ناله داره، شکوه داره از فراقت روز و شبها قلب خسته من ناله داره، شکوه داره از فراقت روز و شبها قلب خسته من بی تو در این ظلمت شب شمع سوخته اشک ریخته بی تو گشته زرد پاییز غم گرفته غم گرفته غم دل را با کی گویم عشق و یاری از کی جویم غم نمی گردد جدا
از این دل نالان، غم نمی گردد جدا از این دل ناشاد. تشکر تشکر، ممنون. اگر پیام داشته باشین، کمره تلویزیون آریانا حمید عزیز در خدمت شماست. ممنون شما، تشکر که یاد از ما کردین آقای زنده باشین. سلامت باشین، فقط صرف آرزوی صحت و سلامتی برای مردم عزیز خود میکنم در هر جای که هستن بیننده از این برنامه هستن. با آرزوی روزهای بهتر، میفهمم امروز حال خوشی نداریم هیچ کدام ما، شما وضعیت قرنطینه اکثرا به سر میبریم و دیگه که وضعیت کرونا متاسفانه وضعیت ناهنجار است، به همه جا محدود کرده ما شما، سفر نمیتونیم بکنیم، البته زندگی امیدوار هستم که زندگی به روال عادی برگرده و بتونیم به سر کار و کارهای خود برگردیم، بتونیم سفرهای بکنیم و فامیلای خود بتونیم از نزدیک ببینیم انشاءالله. در امیدوار هستم به این روز، به این روز که انشاءالله این روز سر. امید تابان در لندن ای که دعوت ما را پذیرفتی، از طریق اسکایپ مهمان ما شدی، ممنون و مشکورت، خدا نگهدارت. خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا نگهدارت. بخیر باشین. امید تابان بود در لندن، حال احوالش را گرفتیم، میان برنامه کوتاه پس از او مهمان بعدی. با ادامه برنامه چهاردیوالی از شبکه جهانی آریانا، بار دیگر بیننده های ارجمند خوش آمدین. خوشحال آصفی در خدمت شما هستم. میرم به طرف مهمان سوم برنامه، سر میزنیم باز هم به جرمنی، حال احوال یکی از دیگر از هموطنان عزیز ما را میگیریم، جینا جان محمدی. ایشان آرایشگر هستند و در گذشته در یکی از خطوط هوایی به عنوان استیوارد کار میکرد، مدت هست در جرمنی زندگی میکنه، قبل از این در افغانستان زندگی میکرد. بیشتر از این من معلومات نمیتونم، خوب است که از زبان ایشان بشنویم. بانو جینا محمدی سلام بر شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک از عزیزهای دل که همین لحظه برنامه زیبای شما را از تلویزیون جهانی آریانا تماشا میکنن، و همچنان سلام خاص دارم به اوعد عزیزهایی که مرا میشناسن و با ما آشنایی دارن. بسیار تشکر. چقدر وقت میشه جرمنی رفتی جینا جان؟ از مدت 5 سال به این طرف میشه که ما به جرمنی زندگی میکنم. البته بعد از ازدواج ما به جرمنی آمدم و اینجا زندگی میکنم. خب ازدواج کردین بعد جرمنی رفتین؟ بله. و قبل از این در افغانستان چی کار میکردین؟ قبل از اینکه من ازدواج کنم تجارب خاص داشتم در هر عیسه، در هر بخش کاری که تجربه خاصه که من قبل از ازدواج، قبل از آمدن به جرمنی داشتم. مهماندار شرکت های آریانا افغان هوایی شرکت و همچنان شرکت هوایی کام، من حیث مهماندار و اونجا من ایفای وظیفه کردم و بعد از ازدواج ناگزیر وظیفه خود ترک کردم و مهاجر شدم به کشور آلمان. چرا نتونستین پس از ازدواج هم ادامه بدین؟ به خاطر از اینکه فکر میکنم یکم مشکل نخواد بود که شما بتونین در یکی از خطوط هوایی به عنوان مهماندار و ایفای وظیفه کنین. بله مشکل نیست، اما وقتی یک دختر خانم ازدواج میکنه، بعد از ازدواج ثمره ازدواج خود میگیره و صاحب فرزند میشه، فکر کنم امو یک دلیل خاص عمده میباشه که نمیتونه که امو وظیفه سابق خود اجرا کنه. بخاطر که یک مهماندار به طور عموم، فعل حال من مهاجر هستم به کشور آلمان، اما اگر من وظیفه مهمانداری خود دوباره پیش میگیرم، امکان داره که من در کل دنیا مهاجر باشم. یعنی وظیفه یک مهماندار همین است که بله. یک روز به یک کشور میباشه، یک روز به دیگر کشور. از تحصیلاتتان نگفتین؟ من 12 سال در افغانستان دوره ابتدایی و مکتب خود گذشتان دام سپری کردم و 2 سال بقیره من تحصیل کردم در رشته نسای ولادی که متاسفانه وظیفه اجازه نداد بر من که من بتانم به طور درست او را پیش ببرم. متاسفانه که فقط هم 2 سال دوام کرد و تقریبا 2 سال در بخش مهمانداری من تجربه گرفتم و درس خواندم که سرجم اگر حساب کنیم 14 سال میشه و دوباره من به مو وظیفه خود برگشتم و مهمانداری خود ادامه دادم. بسیار خوب. چرا خواستین مهماندار باشین در خطوط هوایی؟
علت خاص به خدا نداره، اما شاید میتونیم که ایره یک علاقه بگیم و یا خواسته باشیم که در هر بخش یک تجربه خاص داشته باشیم. دوست داشتم که مهماندار باشم و اشخاص و افرادی که به طیاره پرواز میکنن با اشخاص مختلف با کرکترهای مختلف آشنا شدم که خوشبختانه هم دیدم و آشنا هم شدم. بسیار از مردم خود دیدار کردم و واقعا جای خوشی بود برای من که من تانستم که خدمت خوب برای هموطنان خود کنم. دمی مهمانداری هم جینا جان هر کس فکر میکنم اونا انتخاب نمیکنن، شما باید سیمای زیبا داشته باشین، اندام مناسب داشته باشین، وزن مناسب داشته باشین، تاکید بالای همه میشه، یعنی ما وار مردم اونا انتخاب نمیکنن و نمیتونیم ما وظیفه را پیش ببریم، درست است؟ بله درست است. یک مهماندار تنها مهماندار نی، هر بخشی که ما کار میکنیم، هر هنر را که پیش میبریم یا هر در هر بخشی که میباشه، مهمترین چیز اخلاق انسان مهم است که اخلاق خوب داشته باشه و خوش برخورد باشه. همین که یک مهماندار با برخورد خوب و اخلاق خوش در مقابل یک مهمان خود استاد میشه و از او پذیرایی گرم میکنه، اما بهترین چیز است که آدم میتونه در وجود یک مهماندار پیدا کنه. و همچنان از زیبا گفتیم، بله باید جذاب باشه، باید خوش چهره باشه و همچنان در پهلوی از او قد استاندارد داشته باشه و اندام استاندارد داشته باشه. بینایی، شنوایی و بویاییش قوی باشه. چقدر شما با تکلیف بودین با بعضی هایی که بار اول سفرشان بود، خصوصا در افغانستان؟ نی ما چندین باری که رفتیم دیدیم، مثلا میگن که حال ما در حال نشست هستیم، 5 دقیقه بعد یا یک دفعه کلگی میخیزه بایکارا میگیره، دیگه میگه ما رئیس دیم، فقط سرویس باشه یا موتر باشه. چقدر شما با تکلیف بودین؟ چقدر کدام خاطره بدی هم دارین یا نه؟ به خدا دور از مردم تحصیل کرده ما و دور از مردم جهان دیده ما هستن، بعضی ها هستن فکر میکنن که امی تیاره که تیرش به رنوی میدان هوایی خورد نشست کرد، اونا باید عاجل امو وسایل خود بگیرن و به شدت میخوان که از تیاره خارج شن، فقط گویا که ما اونا رو به داخل تیاره بندی میکنیم. به اون شکل میباشن، هر کس پشتم وسایل خود میگرده و تجربه و خاطره خوبی از این ندارم، چرا که یک بار ما پروازهای لانگ ترپ که مدت 5 ساعت یا 6 ساعت و پرواز می باشیم که رفت و آمد ما در جمع که اگر ما به گراوند هر کشور که ما پرواز می کنیم او را حساب کنیم، تقریبا از 11 ساعت یا 12 ساعت زیادتر می شه، حتی به وقتهای بسیار طولانی هم رسیده که واقعا نارام خواب می باشیم و در اون شرایط ما درست نمیتونیم که امو لحظه را به درستی کور کنیم. به خاطر از او تجربه تلخی که ما برتان میگم ای است که یک پرواز داشتیم به طرف جده و حاجی صاحب ها که هستن از هر طرف کشور ما میاین و میرن به طرف حج فرضی خودان، وقتی در حالت برگشت و یا در حالت رفتنشان که ما در پرواز می بودیم اونا نمی فهمیدن به درستی و بعضی هایشان واقعا جای تاسف است که زیادتر اشخاصی که اینا به حج میرن حتی خود خدا نمی شناسن، اینقدر حافظهشان کوتاه می باشه که حتی به شناخت خود تنبلی می کنن و نمی تانن خود درست بشناسن. به اون خاطر تجارب بسیار بد داشتیم در وقت نشست طیاره، بخصوص در وقت تربولانس، تکانهای هوایی که می باشه در اثر تغییر آب و هوا به فضا به داخل ببخشین آسمان. بله. تکانهایی می باشه، با اون صورت ما بسیار زیاد به تکلیف می باشیم، چرا که اونا نمی فهمن که اگر اینا به جای خدا نشینن و امو کمربند سیت خدا رو بسند نکنن چی اتفاق برایشان می فته. امکان داره که به جای بخورن و اونو مو خوردن باعث مرگ اینا میشه. امکان داره سرشان به یک جای بخوره و یا شکستگی اعضای بدنشان صورت بگیرن. از اون خاطر تجربه خاص خوبی ندارم، فقط همین که
و یک پرواز خودم بسیار زیاد خسته بودم بله. و از جده به طرف کابل می آمدیم. یک مهمان آجی ریش سفید ما بگویم، اونا به داخل تیاره که نشست کرد وارخطا شدن، فقط دنبال آب زمزم خودان میگشتن. هرچی میگفتم که شما بفرماییم بسیدتان، انوز تیاره مکمل استاد نشده، امکان داره اوگار شوین، ممکن است که بریک ماکم بگیره، شما به پوز بخورین، به روی بخورین، اوگار میشین، اینا قبول نکردن. این باعث شد که من خودم یک تکان بسیار زیاد ماکم خورده بودم که متاسفانه دستم اوگار شده بود. وقتی که میخواستن از خط رنوی به طرف تاکسیوی دور بزنن، به بغل خوردم در اثر گنگسیت و خواب که بسرم بود، باعث شد که اوگار شدم. و بمی شمول بسیار خاطرات دیگه هم هست که واقعا جالب و شنیدنی هست. بله واقعا هر لحظه دیگه خاطر است دیگه، کار کردن در طیاره هر لحظه خاطر است، هر لحظه. بله آله آرام هستین در جرمنی؟ بله. آله در بخش آرایش و پیرایش کار میکنیم؟ بله، حال در بخش آرایشگری کار میکنم و از خود کوشش میکنم که دیزاین ها و مدل های تازه موره به دوست های معرفی کنم. مدل ها و شکل های مختلف هستند که توسط آرایشگرهای بسیار خوب و آرایشگرهای بسیار نامی برآمده و همچنان شکل ها و دیزاین های مو هست. کوشش میکنم که یکی از اونا باشم تا بتانم بر جهان، تنها برای مردم خود نه، بر تمام جهان مدل هایی که به ذهنم دارم معرفی کنم. آرایشگری رجیما جان در کجا آموختی؟ آرایشگری را به اینجا آموختم. چقدر وقت اونجا آموختیم؟ اگر از نگاه آرایشگرهای اینجا با ببینیم، تقریبا 3 سال در بر میگیره که یک آرایشگر به طور مسلکی درس بخونه و به مو رشته خود سرتیفیکیت بگیره، اسناد کاری بگیره و کار شروع کنه. قرنطین چگونه میگذره در جرمنی؟ در وقتی که خانه بودین کدام کارا رو انجام دادین؟ قرنطین خوبی های خاص خودم داره و زشتی و بدی های خودم داره. خوبی هاش ای است که انسان میتونه به طور درست خود را بشناسه. وقتی که تانستی خود را بشناسی که در وجود چی استعدادهایی هست و چی گپ های خاص به وجود داری، خوبی ها و زشتی های خود را میتونی که به درستی بفهمی، درک کنی. افرادی که در دور پیش هستن، فامیلت و اشخاصی که بسیار زیاد از اونا دور بودی، مدت زیاده که ما از اونا دور می باشیم و حتی باعث میشه که امو الفت و عاطفه که در بین می باشه و کلی آهسته آهسته از بین بره. قرنطین خوبیش همی بود که او را دوباره بر ما برگشتان و ما تانستیم که اول خود بشناسیم که خود ما کی هستیم و خوبی های وجود ما چی هست. و بعدیش هم همین هست که از کار و از روزگار دور می باشیم و کسایی که به ما احتیاج دارن، اونا در انتظار از این می باشن که چی وقت دوباره کار شروع میشه، چی وقت دوباره ما میتونیم که به آرایشگاه ها بریم و یا به بخش های کاری خود برگردیم. فقط یگانه مشکل اساسیش همین است. بله. بسیار تشکر جینا محمدی، آرایشگر و مهماندار دو خطوط هوایی کشور عزیزمان افغانستان، ای که دعوتمان را پذیرفتین، مهمان ما شدین. گفتنی پیام داشته باشین، کمره تلویزیون آریانا در خدمت شماست. هرچی به دل داری میتونی به زبان بگی. تشکر از شما اول که برای ما این فرصت دادین تا به برنامه زیبای شما مهمان باشم. تشکری خاص میکنم از شما و از تمام همکارانتان که در این بخش همکاری میکنن همراه شما. و همچنان گفتنی خاص ما برای عزیزهایی که به این برنامه علاقه دارن، میبینن برنامه را از طریق تلویزیون شما. گفتنی خواستم همین هست که همیشه جور و صحتمند باشن و کوشش کنن که مثبت ببینن به هر گوشه دنیا، به هر چیز دنیا، به هر کار دنیا مثبت ببینن. اگر مثبت ببینن، مطمئن باشن که آهسته آهسته به درجات بسیار بالایی میرسن. و کوشش کنن روزهایی که به خانه قرنطین هستن، مثل من خودم مصروف رسامی هستم و بعضی اوقات لباس دیزاین میکنم به خانه،
کوشش کنن که یک مصروفیت خاص داشته باشن تا بتونن روزهای قرنطینه بر داخل خانه های که هستن به خوبی و بدون دلتنگی بگذرانن. لباس های زنانه معمولا دیزاین میکنین؟ لباس های زنانه چون خودم علاقه دارم و زیادتر لباس های تشکر جینا جان، من گفتم ما تالی نداریم دیگه. انشاءالله اگر خواست خدا باشه یک تجربه خاص پیدا کنم در این باره باز امرای تا تجربیان میکسرم. شما زنده باشین. تشکر جینا محمدی که از جرمنی حاضر شدی با تلویزیون آریانا صحبت بکنی. خداوند یار و نگه دارت. تشکر از شما همچنین. خداوند یار و نگه داره شما همچنین. خداحافظ. خب این دای ارجمند جینا محمدی بود، مهماندار خطوط هوایی کشور عزیزمان افغانستان در گذشته و حالا آرایشگر در جرمنی. تشکر میکنیم از ایشان. میان برنامه کوتاه پس از او با مهمان بعدی. با ادامه برنامه چهاردیوالی از شبکه جهانی آریانا بیننده های ارجمند خوش آمدین و حالا میریم به طرف مهمان چهارم برنامه. سر میزنیم به سویدن. از سویدن در اواخر کدام مهمان نداشتیم در برنامه چهاردیوالی. حال احوال یکی از هنرمندان خوب و جوان کشور عزیزمان افغانستان را میگیریم، ادریس سجادی که امیر احزه رابطش از طریق اسکایپ با تلویزیون آریانا برنامه چهاردیوالی وصل شده. ادریس عزیز سلام بر شما. سلام خوشحال عزیز، امید که جور صحت باشی و یک سلام خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. انشالله که جور صحت باشین و روزای قرنطینه و خیر سپری کنین و از کرونا به دور باشید. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر. چی گپاز در سویدن؟ خیر خیرتی، ما خویجه هنوز از ما دیگه قرنطینه وجود ندارم. خیلی کرونا آمده در سویدن دیگه؟ کرونا خوب صحیح آمده، زیاد تلفات بوده و زیاد مردم گرفتن، اما دولتیش قرنطین نکرد. خب یک ذره محدودیتی هایی که لازم بود روی دست گرفتن و نظام هست، اما قرنطین نیست، یعنی نرمال کار، مکتب، دفتر، دیوان همگی نرمال پیش میره. چطور قرنطین چطور گذشت، چطور میگذره؟ ولی خب چون ما در قرنطین نیستیم دیگه طور کدام احساس چیز ندارم. احساس ندارم. بله، اما از دیگه کشورها، از دیگه دوستا و نرمندهای کمراشن در ارتباط هستیم که در دیگه مملکت ها هستن در حالت قرنطین یا در افغانستان، اینجا به او صد نبودن. امروز کار نرفتیم و شما قرار بود چند روز پیش مصاحبه بکنیم. معمولا دفتر میری، فکر کنم روزای شنبه و یک شنبه رخصت. بله، شنبه و یک شنبه رخصت هستم. امو روزه که ما شما پلان داشتیم که باید مصاحبه کنیم، که امو روز یک میتینگ بود در کار که نمیتونستم. در اضافه باید بکنم که قرنطین که از ما نشده، اما بخش کار ما کم شده، مثلا ساعتای کاری کم شده، یکان پنتونا و مکتبای کلان سلا بسته شده، اما مکتبای اطفال و کودکستان ها باز است. به عید رمضان هم کدام آهنگ ساختی یا نه؟ ولی سرمو کار میکنیم که یک آهنگ جور کنیم برای عید رمضان، اما چون نمید گفتم که مشکلات هایی که چون ما در اینجا هستیم قرنطین نیست، دیگه مملکت هایی که کسایی که مثلا موسیقی جور میکنن یا یکان کارهای دیگه که میشن اونا در قرنطین هستن، زیر کار هست یک آهنگ که باید جور کنیم. خب فعلا کمه که مشکلات هایی که شده نمیشه که به حساب آهنگ درست کنیم. یه آهنگ تام شاد است مثل آهنگای دیگه تواره؟ آهنگ شاد است. بله، چرا شاد میخونی همیشه؟ نمیگی که من خودم شاد هستم؟ یکی خوشحال، یکی چون آهنگای آرام خوش دارم، اما شاد به خاطر اینکه یک ذره مردم شاد خوش دارن و شاد باشه مردم، چون خواندنای غمگین بیخی یک رقم جگرخون آدم میشه میباشه. در کل چند آهنگ داری امو؟ تعدادش دقیق مشخص است ادریس عزیز یا نه؟ والا آهنگ زیاد است، اما فکر کنم یک حدوداً 20-25 دانه شاید باشه. دقیق حساب نکردم، زیاد آهنگ دادم آهنگ باشه. حالا باید دقیق بفهمید چون زیاد یک آلبومم تقریبا 10 آهنگ است، بعد از او یک 10 آهنگ دیگه جور شده که هنوز آلبوم نشده، اما گفتم شاید یک 20-25 آهنگ در مجموع باشه.
و در جمع از 25 آهنگ کدام شب بیشتر دوست داری؟ نکردیم. ولی کل آهنگای ما دوست دارم، اما زیادتر آهنگ غریبی، آهنگ ویرانه. آهنگ آخر که خواندیم دمی چند وقت پیش برآمد، نفس تنهایی. و کدام آهنگ خودت ادریس سجادی ساخت؟ مرا اولین آهنگ خودم که خورشید عشقم که او را اولین آهنگ بود از ساختای خودم. مهش فروزم از ساختای خودم بود که میانه شناختان مرا بر مردم. بعد از او زیادتر آهنگ غریبی و ویرانه. در ساخت ساز کلپ ها کی خودت همکاری میکنه؟ در انتخاب لوکیشن یا موقعیت، شعر و کمپوز؟ اشعار کمپوز اینا خب هست دوستایی که مرا همکاری میکنن. مثلا کی ها؟ سابق که بود زیادتر همراه دکتر صاحب اسد بدی زیادتر مرا کمک میکرد. در قسمت ویدیو اینا رامین منصور هست، رامین منصور پروداکشن و چند آهنگ ما عبدالوکیل جان امرخیل اونا هم درست کردن در کابل، در دبی. دوستای بسیار خوبم هستن که همیشه کمک میکنن و در آخرا پس دوباره با رامین منصور کار شروع کردیم که معمولا تمام آهنگا را یعنی لوکیشن ها را انتخاب میکنن و پروگرام اینا را همیشه پیش از اونا هست. میگم این رامین منصور زیاد پیسه میگیره، راست است یا غلط است؟ چرا کنم؟ ولی خب اونا نظر بر نیرگه نظر بر چیز هست که خب کارشان هست، بزنسشان هستن اینا، لباس کسایی که ارتباطات نزدیک دارن. ما هم نه نگفته که نظر به کیفیت کار هست دیگه، نظر به کیفیت کار و ما هم که به حساب دوستی و رفاقت داریم، اما بزنس هست، باید اونا هم چون کار میکنن زحمت میکشن. اما فکر نکنم تو بسیار پول گزاف از دیگر هم بگیرم، اما صادقانه باید بگیم کیفیت کارش هم خوب از دیگر آدم. یک چیز بالای سر ما واقعاً واقعاً در یه آخر افغانستان نامدی پیش از کرونا یا دقناوردی دیگر پشت ما؟ ولی اگر راست پرسان کنی خوشحال عزیز که من چندین بار تصمیم گرفتم، اما شرایط کابل یک رقم بود که خب چون من همیجه تمام فامیل اینجا هستم. راستی خود تنها دستی بیدن هستی فامیل در کابل است؟ نه کابل فامیل همه گمیج است، تمام اعضای فامیل کابل بسیار کم است، فامیلای ما همه گی سویدن و دیگه مملکت ها هستن. چندین بار که تصمیم گرفتیم خب شرایط اول انتخابات بود که انتخابات بسیار رحمت به چالش کشید و رفت. یعنی آدم انتخابات هم آخر انتصابات شد دیگه، از او که هیچ برگزار نمیشد یک معامله کردن. واقعا پیش از او باز انتخابات پارلمانی بود که او هم یک جنجال خود داشت. اینی اتفاقات بود که هفتاد که به حساب سر رای ما که نتونستم بیایم، اما چندین بار تصمیم گرفتم که حداقل یک بار دوباره افغانستان بیایم، چون یک سه سال یا تقریبا سه سال شد که نامده این کابل. در هنرمندا کی را قبول داری؟ ولی همه گیره، هم کسایی که کارهای خوب میکنن، کسایی که پشت کار دارن. سه نفر که نام ببرم، ولی نام خدا زیاد هست. کس خفه نمیشه، خیر حالا سه نفر خوبار نام میبریم. جاوید جان هست، آریانا سعید هست، جاوید شریف، آریانا سعید، آریانا سعید، فراجان شمس، دیگه وقتان هست زیاد، کسایی که زیاد کارهایشان تقریب میکنم. و با کی ارتباط نزدیک داری؟ ولی با زیاد نرمند هستم. مثلا؟ که مثلا اومان جان سایدزای است، اومان جان انگار است، فردین جان فریاد هست در کانادا. ما چند وقت پیش یک برنامه خیریه داشتیم، ما و فردین فاخر، تواب آرش، یحیی جان احمدزای یکی از طبل نوازای خوب استاکوم هستن، یک برنامه خیریه داشتیم که پولش روان کردیم برای دکتر صاحب رمضان بشردوست که هنوز توزیع نکردن کمکارم برای مردمایی که به وضاحت هستن. بسیار کار و یک پلان دیگه هم بعد از این داریم که برای روزهای عید یا بعد از این بازم یک برنامه خیریه داشته باشیم. ما از طریق فیسبوک یک برنامه کنسرتی جور کردیم لایف. خب کنسرت آنلاین داشتیم؟ آنلاین بود، بله. و ما از مردم پول روان کرد؟ بله مردم پول روان کرد، حدوداً به حساب افغانی که ما افغانستان روان کنی تقریبا 260,000 افغانی هم قدر شد که بر دکتر صاحب بشردوست روان کردیم که تقسیم کنن برای کسایی که اونا خودشان میفهمند دیگه. خب یا هنگ تا که سرش کار جریان داره چه وقت خلاص میشه؟ بله
آهنگ موزیک ایناش تیار است، فقط باید ویدیو شوم که ویدیو خاله نمیشه کل جای بند است دیگه. خب اما سیویدن یک آهنگ دمی خود اتاق جور کوین دور سب کاو دور سب نکو. آها این دور امو یک پلان پروگرامش که در این دور است، اما چندین جایی که ما ضرورت داریم به اون اونجا بسته هستم مثلا. اما کوشش کردیم که یک خیام سناریو رو یک رقم کنیم که یک چیز تغییرات بیا که او دور باشه، چون او دور نرمال باز است یعنی میتونادم که یکان لوکیشن. خب اما هوای سیویدن سر از هوای سیویدن اعتبار نیست، یک روز هفته است و ده روز باران. بسیار تشکر ایدریس سجادی از سیویدنی که حاضر شدی با ما صحبت بکنی. پیام اگه داشته باشی ما در خدمتتم. سلامت باشین، تشکر از شما و تشکر از همکاران شما و واقعا کار که شما میکنید ستودنی هست که در این شرایط سخت در افغانستان یا در کابل که باز هم امو برنامه خوب و دلچسبان همیشه هست و ای که کار میکنین، زحمت میکشین و انشالله که بدور از کرونا باشین، صحت و سلامت باشین و دعا میکنیم که بر مردم ما همچنان که امو گپایی که زده میشه رعایت کنن که انشالله خدا کنه که به حساب امو از بدور از کرونا باشن، یعنی باید کوشش کنن که دستانس هم و فاصله ها را مراعات کنن و چندین بار که دیدم واقعا متاثر کننده بود که اصلا کرونا را جدی نگرفته بودن. بله. دیگه امیدوار هستم که از این ویروس کرونا همگی بخیر بدور باشیم و جور صحت فرحال. امی آهنگ تزمزمه نمی کنیم یا آهنگ نوت؟ آهنگ نوام کدام مالی موسیقی نیست اینجا پیشت؟ روبرویت؟ هست، من میشه برمونی خود تیار ماندیم. خواهی نال خواهی یک زمزمه کنه که چرا اول نگفتی؟ شروع که حال پس از سر شروع میکنیم سای برای شروع که چون من میفهمیدم که تو برنامه که هستم. بفرمایین بفرمایین دو هنگ تا زمزمه کن از سر دیگه سای برای سر شروع شد از سر شروع میکنم. آهنگ که چند وقت پیش برامد مو یک سر شبرتان زمزمه میکنم. نفس تنهایی نفس ارهایی دل من ناله تو مگر می آیی نفس تنهایی نفس ارهایی دل من ناله تو مگر می آیی تو مگر می آیی تشنه دیدارت میکشم آزارت تشنه دیدارت میکشم آزارت من دشت تنها تو لب دریایی تو لب دریایی نفس تنهایی نفس رفایی دل من نالد تو مگر می آیی تو مگر می آیی. ای امو آهنگ که آخرین آهنگ ما که کشیدیم امی آهنگ افتن. تشکر ادریس عزیز، موفق و معید باشی، خداوند یار نگه داره. بسیار تشکر، خداحافظ شما. خداحافظ، بخیر باشید. خب بینید دوی ارجمند ایدریس سجادی بودن از سیویدن. این بود داشته های امروزی برنامه چهار دیوالی که خدمت شما عزیزا تقدیم شد. امیدوار هستم داشته های امروزی برنامه مورد توجه پسند همه شما عزیزا قرار گرفته باشه و تا برنامه دیگری که من خوشحال آصفی رأس ساعت 4 عصر فردا از شبکه جهانی آریانا در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. تا درود بعد، بدرود.